سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهانیان از ژنو همراه ما شده خانم فهندش خب درباره این فشارها لطفا برای ما توضیح میدید این یک سال دو سال نیست سال هاست که این قضیه داره میفته چه تغییراتی در این سالها صورت گرفته؟ بله همونطوری که گفته شد گزارش های جدید نشون میده که سیاست دولت ایران مبنی بر محروم کردن جوانان بهایی از تحصیل ادامه داره و حتی محکمتر هم شده و این بار با ادبیات جدیدتری برای سالها بهاییانی که در کنکور ورود دانشگاه ها شرکت میکردن و با معدل های بسیار بالا قبول میشدن با عبارت نقض پرونده مواجه میشدن با اینکه هیچ مشکلی با پرونده های اونها نبود اما امسال شمار زیادی از دانشجوی بهایی با عبارت عدم صلاحیت عمومی مواجه شدند و در حقیقت این این اصطلاح برای این هست که دیانت بهایی یکی از دینهای شناخته شده در قانون اساسی ایران نیست و یکی از یکی از قوانین بر اساس سازمان سنجش این هست که برای ورود به دانشگاه باید پیروی از یکی از دینهای رسمی قانون اساسی یعنی اسلام مسیحیت زرتشتی آینه زرتشتی و آین یهودی افراد باشند و دیانت با ای یکی از دین رسمی در ایران شناخته نشده و به همین دلیل هم یک سال دیگه جوانان بهایی فقط به دلیل اعتقاداتشون از تحصیلات عالی محروم شدند خب این فشارها و محرومیت‌ها روی جامعه بهایی در ایران چه مشکلاتی رو برای اونها ایجاد بله در چهارده گذشته چندین نسل در ایران به دلیل اینکه به دیانت باقی اعتقاد داشتن نتونستن به دانشگاه وارد بشن نتونستن استعدادهای خودشون رو رشد بدن و در زمینه هایی که علاقه دارن و میتونن به کشورشون خدمت بکنن کار بکنن و متاسفانه یک سال دیگر هم دولت ایران نه تنها بسیاری از جوانان بهایی رو از در حقیقت تحصیلات عالی و, و تحصیل کردن و شغل در زمین هایی که دوست دارند محروم کرد بلکه حتی خود ایران جامعه ایران رو محروم کرد از منابعی که میتونستن بسیار زیاد به جامعه ایران مخصوصا در, در این روزهایی که با مشکلات فراوان اقتصادی و مشکلات دیگه جامعه ایران رو, به رو هست خود ایران رو محروم بکنند و متاسفانه این سیاستی هست که در چهار دهه گذشته دولت ایران ادامه داشته و امسال هم یک بار میده متشکرم با از شما سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهاییان از ژنو